به برقی و به آبی در دشت برچی یک هفته می شود در کنار بیکاری و ناامنی. اکثر قسمت های غرب کابل نه آب دارد و نه برق. با سلام و وقت بخیر بیننده و شنونده تلویزیون اینترنتی افغانستان مرکزی یا سنترال افغانستان هستین. امروز 13 سرطان سال 1400 هجری شمسی و برابر با 4 جولای سال 2021 میلادی. اینجا غرب کابل است. هر طرف دوربین را دور بدهیم تاریکی هست و تاریکی. محدود خانه هایی که سولر دارن و یا هم جنراتور روشن کردن. هفته هاست که با چپه شدن پایه های برق، بی برق در کابل به اوج خود رسیده است. اما غرب کابل بیشتر از هر جای دیگر محروم مانده و برق موجود به همه جا توزیع می شود جز دشت برچی. از اینکه سطح آب در کابل پایین است و کشیدن آب از چاه بدون واترپمپ ممکن نیست، در نبود برق مردم هم آب ندارند. برق کابل در یک سال گذشته همواره بر اثر انفجار پایه های برق قطع می شود و مردم بی برق ماندن، اما بیل برق همچنان در یک حالت و حتی بیشتر از گذشته هم می آمد. چند روز قبل در پروان و ولسوال پغمان کابل چندین پایه برق منهدم شدند. اما از برق موجود در کابل به صورت نوبتی و چند دقیقه یا چند ساعت و تمام مشترکین جز دشت برچه توزیع می شد. حداقل با همان برق می شد تلفن را چارج کرد و آب را از چاه کشید. ولی در دشت برچی هیچ برق نیامد. غرب کابل متاسفانه خدمات آبرسانی دولتی هم ندارد که از نل آب استفاده کنند. در همین حال شرکت برق‌رسانی افغانستان یعنی بریشنو می گوید که کار ترمیم یک پایه برق در ولسوالی بگرام ولایت پروان تا پایان امروز یکشنبه 13 سرطان تکمیل می شود. سنگر نیازی سخنگوی شرکت برشنا به روزنامه اطلاعات روز گفته است که با تکمیل شدن کار ترمیم این پایه برق در ساحه جنگل باغ ولسوالی بگرام، جریان برق وارداتی به کابل دوباره وصل می شود. آقای نیازی افزوده است که به همین خاطر جریان برق وارداتی به کابل که از قبل در یک لین وصل شده بود برای 4 ساعت قطع می شود. این پایه برق در تاریخ 9 سرطان با انفجار ماین منهدم و به دنبال آن برق کابل و دیگر ولایت ها در مسیر برق کابل نیز قطع شدند. او تاکید کرد که پس از تکمیل کار ترمیم پایه های برق در ساحه جنگل باغ، کارمندان تکنیکی این شرکت در ولسوال پغمان اعزام می شوند و کار ترمیم دو پایه برق در این ولسوال نیز شدت می یابد. بشنا دلیل قطع بودن برق غرب کابل و نیز انهدام همین پایه ها در پغمان گفته است. اما سوال اینجاست که چرا در مدت یک هفته این پایه ها ترمیم نشد، در حالی که پغمان ناامن نیست و میشد بر راحتی حداقل لین برق روی زمین وصل کرد. و گفته یه سخنگوی شرکت برشنا تا تکمیل کار ترمیم این پایه ها برق بخش‌های از غرب کابل همچنان قطع خواهد بود و این موعدی برای تکمیل کار ترمیم این پایه ها ارائه نکرده است. اما گفته است که کارمندان تکنیکی این شرکت به صورت شبانه روزی در این ساحه کار میکنند. اما مشکل اصلی این روزهای مردم تنها نبودی برق نیست. دشت برچی آب ندارد و زندگی مردم کاملا جهنم شده است. بسیاری از باشندگان غرب کابل میگویند که در این یک هفته لباس نشستند و حتی برخی گفتند که موفق نشدند که دوش بگیرند. کاروان زیارتی آرزوی کربلا. اعزام کاروانهای زیارتی از آلمان به عتبات عالیات با تمامی خدمات مسافرتی، اخذ ویزای ایران، عراق و ترکیه، فروش تیکت های اروپا و آسیا.